به نام خداوند مهربان و با تقدیم السلام به یک دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از تلو نیوز، یک عضو شورای ولایتی غور در درگیری با نیروهای امنیت ملی کشته شد. خبرنامه می افزاید که در این درگیری یک افسر امنیت ملی نیز جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته است. ریاست امنیت ملی امروز پنجشنبه 25 جدید در یک خبرنامه می گوید که عزت‌الله بیگ عضو شورای ولایتی غور در درگیری با نیروهای امنیت ملی کشته شد. در خبرنامه آمده است که نیروهای این نهاد در تلاش بازداشت عزت‌الله بیگ به اتهام دست داشتن در ترور عبدالرحمن عطاشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله عادل ایماق یک خبرنگار محلی بودند. اما بیگ به جای تسلیم شدن به نیروهای امنیت ملی آتش گشود و کشته شد. خبرنامه می افزاید که در این درگیری یک افسر امنیت ملی نیز جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته است. پیش از این حمیدالله ناطقی یک عضو شورای ولایتی غور از درگیری میان نیروهای امنیت ملی و نگهبانان عزت‌الله بیگ خبر داده بود. او افزود که در این درگیری یک سرباز امنیت ملی جان باخت و سه نگهبان آقای بیگ زخمی شدند. به گفته او عزت‌الله بیگ از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. او در ادامه گفت که نیروهای امنیت ملی بر یک نگهبان آقای بیگ به اتهام دست داشتن در یک رویداد هراس افکنانه مشکوک بودند و می‌خواستند او را بازداشت کنند، اما درگیری میان دو طرف رخ داد. تا اکنون مقام‌های محلی و خانواده آقای بیگ در این باره چیزی نگفتند. دو هفته پیش بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مسئول رادیوی صدای غور در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز این ولایت ترور شد. آقای عادل در روستای دره تیمور در حومه شهر فیروزکوه به این شهر می آمد که در مسیر را در کمین تفنگداران ناشناس قرار گرفت و جان باخت. بسم الله عادل فعالیت‌های مدنی در ولایت غور نیز داشت. حدود یک ماه پیش عبدالرحمن عطاشان معاون شورای ولایتی غور در یک انفجار جان باخت و یک عضو دیگر این شورا زخم برداشت. این رویداد برخواسته از انفجار ماین مغناطیسی و در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت رخ داده بود. حکومت موقت عقبگرد یا قدم رو به جلو؟ زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با سیاسیون افغانستان روی طرح ایجاد حکومت موقت در این کشور بحث کرده است. گفته می شود که خلیلزاد در دیدار با سیاسیون افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف و دیگر سیاسیون در رابطه به ساختار حکومت آینده در افغانستان روی سه طرح بحث شده است. ادامه کار حکومت فعلی و شامل ساختن طالبان در آن، شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان، ایجاد یک حکومت موقت و همه شمول. آنچه از این نشست ها برون شده است، توافق سیاستمداران افغانستان روی ایجاد حکومت موقت خوانده می شود. بر اساس گزارش ها یک شمار از سیاستمداران افغانستان برای دیدار با زلمه خلیلزاد به شهر دبی رفتند تا در مورد ساختار حکومت آینده در افغانستان بحث و گفتگو کنند. پرسش اساسی این است که ایجاد حکومت موقت تا چه حد ممکن است؟ آیا اداره موقت عقبگرد خواهد بود یا قدمی رو به جلو؟ نصیر مجددی عضو مجلس نمایندگان افغانستان حکومت موقت را برگشت به گذشته می داند و می گوید این طرح برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست و گفتگوهای صلح باید بر اساس خواست مردم صورت بگیرد. طرحی که آقای خلیلزاد مطرح کرد و ایجاد حکومت موقت نتیجه نخواهد داد به دلیل اینکه مردم افغانستان نمی خواهند دوباره از صفر شروع بکنند. ما حاکمیت و نظام داریم و تمامی امکانات برای گفتگو فراهم شده است. و افزود خوب است که مذاکرات صلح بر اساس منطق و خواست و نیازهای مردم افغانستان باشد. بحث حکومت موقت را مردم افغانستان نمی خواهند و باعث نگرانی شهروندان کشور شده است. در امین حال راس ویلسن کاردار سفارت امریکا در کابل می گوید که کشورش از حکومت موقت طرفداری نکرده است و از تشکیل آن حمایت نمی کند. کاردار سفارت امریکا در کابل در توییت تاکید کرده است که نتایج مذاکرات صلح به افغانها بستگی دارد و امریکا معتقد است که این نتایج باید منعکس کننده آرزوها و خواست مردم افغانستان باشد.
سرنوشت صلح و ثبات در منطقه در گرو تقویت نظام در افغانستان و اجماع منطقه خواهد بود. امریکا اگر پلیس منطقه نیست، پس بگذارد که حکومت افغانستان با شرکای منطقه خودشان تصمیم بگیرند. در حال طرح حکومت موقت داغ می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اخیراً در یکی از مصاحبه‌هایش تأکید کرده است که قدرت را تنها پس از انتخابات به برنده انتخابات تسلیم می کند. ظاهراً چند ماه آینده روزهای سرنوشت ساز در انتظار افغانستان خواهد بود، روزهایی که تشویش و نگرانی آن از همین حالا بالا گرفته است. لحظه شماری برای تالیف رئیس جمهور جدید امریکا، ادامه جنگ در افغانستان یا صلح. هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دو هم منتظر برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا هستند تا با روشن شدن سیاست دولت جدید امریکا در قبال افغانستان و طالبان مذاکرات را ادامه دهند. آژانس رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک در کابل گزارش داده است که قرار نیست هیئت‌های مذاکراتی الا تاریخ 20 جنوری روز مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا مذاکرات را به گونه‌ای جدی آغاز کنند. به گفته وی دلیل اصلی آغاز دور دوم مذاکرات قبل از مراسم تالیف بایدن تأکید جامعه جهانی بوده است. فضای سیاسی در امریکا هم روزهای خوشی را سپری نمی کند. اعضای مجلس نمایندگان امریکا با 218 رای ترامپ را یک بار دیگر استیضا کردند تا به تنهایی رئیس جمهوری باشد که دوبار استیضا می شود. غولهای فناوری یکی پی دیگر صدای ترامپ را خاموش کردند و گارد ویژه ایالات متحده امریکا به حالت آماده باش قرار گرفت. در چنین شرایط صلح و جنگ در افغانستان به کجا خواهد انجامید؟ آیا بایدن دنبال رو سیاست ترامپ خواهد بود یا صفحه دیگر باز خواهد شد؟ برنا صالحی آگاه امور سیاسی در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان می گوید که اگر در شیوه و تکتیک دولت ترامپ و بایدن در خصوص افغانستان و صلح و طالبان تغییر ایجاد شود، در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا تغییر ایجاد نمی شود. آقای صالحی می گوید دولت افغانستان با آنچه طالبان در کوتاه مدت توقع دارند زیر نام دولت موقت یا هر چیز دیگر موافق نیست. سفرهای اخیر زلمه خلیلزاد نشان می دهد که تیم آقای بایدن نیز علاقمند صلح در افغانستان است. وی افزود در کل تغییرات جدی از ترامپ تا بایدن در مسئله و صلح و گفتگو با طالبان به وجود نخواهد آمد و بحث مذاکره ادامه خواهد داشت. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.